چی میشه؟ اینو برمی‌داریم میشه 100، 4 ضرب در 100 میشه 400، به اضافه میشه 401. یعنی اینو ادامه بدیم صدام عددش میشه 401. تموم شد. پس جبر به این صورت به ما کمک میکنه. ما الان یه عبارت جبری اینجا نوشتیم. خب اینجا الگومون چند تا چند تا داره میره جلو، 8 تا 8 تا میره جلو، پس میشه 8n. اولین عدد 1 8 تا، 8 تا، 2 8 تا، 16 تا، 3 8 تا، 24 تا، 4 8 تا، 32 تا و الی آخر. اما ما اینا رو می‌خوایم. خب میگیم اشکال نداره. یکی 3 تا از هر کدوم کم کنیم بالایی‌ها درست میشه. پس میشه 8n منهای 3. الگوی شکلی باشه، الگوی شکلی رو به الگوی عددی همیشه تبدیلش میکنیم. گفته چند تا دایره داره. خب اینجا الان چند تا دایره داریم؟ 3 تا دایره اینجا داریم، 5 تا اینجا داریم، 7 تا هم اینجا داریم. پس دو تا دو تا داره میره جلو، 2n. 2n اگر اینا برن جلو، 1 دو تا، 2 تا، 2 دو تا، 4 تا، 2 3 تا، 6 تا و الی آخر. ما این بالایی ها رو میخوایم. باید یه دونه به اینامون اضافه کنیم. پس شکل انوم الگوی زیر 2n به اضافه 1 دایره داره. الان شکل چهارمش 4 دو تا 8 تا به اضافه میشه 9 تا. 9 تا دایره داره. به راحتی به دست میاد. چقدر خوبه این جبر. بریم 12 اسلاید بعدیمون. حالا دیگه وقتی که ما فهمیدیم آقا جان این جبر از کجا اومد، تاریخچش چیه، این اول بسم اللهش از کجا وارد ریاضی شده و چقدر کاربرد داره، حالا میخواییم بیشتر باهاش آشنا بشیم، با تعاریفش آشنا بشیم. بچه ما توی جبر کوچکترین واحدی که داریم یک جمله جبریه. کوچکترین واحدی که تو جبر داریم یک جمله جبریه. این یک جمله جبری که ما داریم به چه صورته؟ تو فارسی چطور بچه ها؟ شما کوچکترین واحدتون حرفه، بعد حرفا کلمه میسازن، بعد کلمه ها جمله رو میسازن. ما اینجا کوچکترین واحد اون جمله است. به هر کدوم از اینا بچه ها ما یه جمله میگیم. یعنی چی به اینا جمله میگیم؟ بچه ها ما اگر متغیر داشته باشیم یه جمله درست میشه. معمولا این متغیره یه ضریبی چیزی پشتش داره. معمولا متغیره یه توانی هم اینجا داره. متغیر هر چند تا میتونیم داشته باشیم، مثلا x y z هر چند تا متغیر میتونه یه جمله داشته باشه. ضریب هم هر عددی دلمون خواست میتونیم بذاریم، هیچ محدودیتی نداریم. هر عددی بود. فقط n حواسمون باشه. n بچه‌ها یه عدد حسابیه همیشه. یعنی توان متغیرمون عدد حسابیه. یعنی توان متغیرمون یا 0 یا 1 یا 2 یا 3 و الی آخر. یعنی توان متغیر هیچ وقت منفی نیست. هیچ وقت کسر و اعشار و خورده و رادیکالی نیست. اینو حواستون باشه. نگاه کنید متغیرمون x ضریب 6ه. به این x میگیم متغیر، به این 6 میگیم ضریب عددی یا ضریب متغیرمون. توانش هم توان متغیر 1 اینجا، توان یا نما منفی 12m، 3/7n، همشون عین این ویژگی رو دارن. منفی نیم t هیچ اشکال نداره. اینجا ایگرگ یا وای همون مثلا یه متغیر تنهاست اینجا گذاشته، هیچ اشکال نداره، متغیر تنها هم قبوله. آقا من نگفتی ضریب باید داشته باشه؟ میگیم داره، ضریبش یکه دیگه، یکو که نمی نویسیم. توانش هم یک بوده، خب نذاشتیم، ساده ترین صورت ممکن رو می نویسیم همیشه دیگه. 14 یه عدد تنها مگه میتونه جمله جبری باشه؟ میگیم بله، یه عدد تنها میتونه یه جمله جبری رو تشکیل بده. چرا؟ چون میگیم آقا یه متغیری داشته، توانش 0 بوده، عدد به توان 0 میشه 1 دیگه، خب اینو ننوشتیمش. پس یه عدد تنها هم خودش میتونه یه جمله جبری باشه. اینها چند تا متغیر هم میتونه باشه، توانش غیر 1 هم میتونه باشه، ضریبش هر چیزی میتونه باشه. مگه نگفتید منفی نمیتونه باشه؟ گفتیم توان نمیتونه منفی باشه، ضریب که اشکال نداره. پس همه اینا جمله های جبری هستن. پس بعد از این که آشنا شدیم آقا به دلیل نیازمون به متغیر، یعنی چیزی که تغییر میکنه، از حروف انگلیسی خواهش کردیم بیان تو ریاضی ما کمک بکنن. به محض اینکه حروف انگلیسی اومدن جبر درست شد. حالا این جبر کوچکترین ساختاری که داره بهش میگیم جمله، که به این صورته که الان براتون توضیح دادم. حالا جمله های متشابه، گفتیم حالا اومدیم تو جبر داریم اصطلاحات رو با هم دیگه کار میکنیم. جمله های متشابه
丢呢，他的木丢的那个料理。果了，các bạn ạ, à. Quả này mình đang rải ra cho nó khô rồi các bạn.